انسانی که بولی میکنه و یا قلدری میکنه حتما از خانه ناامن و قلدر اومده، حتما از جامعه قلدر اومده، حتما از یک باور و دین و سنت و فرهنگ قلدری اومده. ببین شما نگاه کن الان داعش داره شکار میکنه، چه قلدری داره از خودش نشون میده، یا عقاید دیگه. زمانی که درون خانه من از پدر و یا مادر قلدری ببینم، زمانی که با اجحاف یه موضوعی رو میخوان به من امر به معروف بکنن و نهی از منکر بکنن، زمانی که زور و اجحاف باشه من دارم بولی میشم. حالا هر نوع بولی، هر نوع قلدری، چون هیچ دین و هیچ عقیده و هیچ نظری نباید به زور باشه. درست. حتی من میگم آقا پدر مادر نصیحت نکن بچه تو، پیشنهاد بکن، آموزش بده، ولی نصیحت نکن. چقدر از این نصیحت ها قلدری و تهدیده. ببین تربیته، خشونت تربیته، مهربانی تربیته. ای آخه چطور ما میتونیم مهربانی رو برداریم بعد خشونت رو جاش بذاریم؟ پدر مادره که از همدیگه عصبانیان، سر بچه هاشون خالی میکنن، حرص و عصبانیتشون رو از خواهر شوهر، مادر شوهر، مادر زن، پدر زن عصبانیان، سر بچه خالی میکنن. معلم، نه همه معلم ها، ولی خیلی تو جامعه ما زیاده، سر موضوعات اقتصادی مشکل داره، با شوهرش دعوا شده، بیاد سر بچه های مردم خالی میکنه. زمانی که من با اجحاف، با خشونت، با فحش و ناسزاگویی، تنبیه و مقصر شمرده شدن و مقایسه کردن ها، زمانی که من اینجوری بزرگ میشم، حالا وقتی از خونه میام بیرون دو حالت به من دست میده، یا باید بدبخت و مظلوم و ترسو باشم چون رو اعتماد به نفس و حرمت نفس من تاثیر میذاره، یا منم باید برم انتقام بگیرم، همین رفتارا رو انجام بدم.